هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. هرچه به انتخابات امریکا نزدیک میشیم، به اصطلاح ما شما فلوته بازی امریکایا در ارتباط به سقوط دادن افغانستان بیشتر آشکار میشه. به نظر ما امریکا در آستانه آخرین جنگ خود در افغانستان است که از اینجا که پاش خطا خورد، باز هل عالم در جای دیگه خود قایم کنه. ما بارهایی رو میگیم، عالم تکرار میکنیم، ما سقوط کردیم، اما آیا تاریخ امریکا هم در آسیا ختم نشده؟ این موارد روایات است که ما نکات عمده مکاتبات درباره افغانستان در کانال خط اختلاف، یعنی مکاتبات بین دیپلمات های امریکایی ساکن کابل و مقامات وزارت خارجه خدمت شما بیان میکنم. خروج آشفته و بسیار فاجعه بار نیروهای امریکایی از افغانستان همزمان بود، یعنی مطابق پروگرام به اصطلاح برنامه‌ای که ساخته بودن، همزمان بود با پیشروی سریع طالبان به طرف کابل. خب سرانجام دولت افغانستان سقوط کرد و سیطره دوباره طالب بر اساس یک برنامه محقق شد. این دیگه ظاهرا انتقادات زیادی را در سطح دولت امریکا علیه جو بایدن و تیمش سبب شده است. خود جمهوری خواه امریکا که مبتکر تحویل دهی قدرت به طالب هستند، حال اما گناه خود در گردن از دیگه مندازن، انتقاد دارن، یک نوع دعوای زرگری رو انداختن تا آسانه انتخابات. این برنامه رو ما به خاطر گرفتم که نشان بدیم که انتقادات اینا با بایدن و به اصطلاح انتقادات بایدن به جمهوری خواه با ما شما چی اهمیتی داره، پوچ است برای ما. حاله ما چهره اصلی دنیای غرب شناخته. محتوای یک سند محرمانه ظاهرا موسوم به خط اختلاف در ارتباط به نحوه خروج امریکا از افغانستان است که مجموعه از مکاتبات بین دیپلمات‌های ساکن در سفارت امریکا و وزارت خارجه. حال دیگه ظاهرا وزارت خارجه اجازه داده که سندا خوانده شود و ببینن که دیگه گپ چی است. شامل اطلاعات دست اول از طرف کارمندان سفارت امریکا در کابل پیش از سقوط نظام جمهوری است. خب این دیگه از این جنوری سال 2003 مطالبات به خاطر دیدن و یا افشای این سند وجود داشته، این بالاخره محقق شده. قبلا جان سبکو بازرس کل امریکا در افغانستان مشخصا گفته بود که اقدامات ترامپ و بایدن هر دو نقش کلیدی در سقوط دولت و ارتش افغانستان داشت. حال دیگه این مکاتبات که یا نشر میکنن که این اوتور گفت اوتور گفت، بیشتر عرض کردم، ای بیشتر کاربرد داخلی به خاطر قناعت دادن رای دهنده ها و مالیات دهندگان امریکایی است. برای ما و شما قطعا ارزش نداره. به خاطر من روی از این تاکید میکنم، ما به عنوان یک ملت قربانی به اصطلاح ذهن ما باز باشه که این رقم بازی ها را باز شروع کردن. امریکا از نظر فیزیکی رفته، شبهش وجود داره، یعنی به اصطلاح تار قطع شده، چیز مرده تارش هنوز در افغانستان از یک سرش در واخان است، یک سرش در خوست و پکتیا است، هست، اما دیگه جان نمانده برش. که خب این یک جهت مسئله است. مکاتبه محرمانه از طرف 23 نفر از کارمندان و مقامات وزارت خارجه در سفارت کابل است که به واشنگتن فرستاده شده.
گفته شده که مکاتبات این دیپلمات ها توصیه های اینا در ارتباط به برخورد با افغانستان و اوضاع افغانستان کلش به کرات نادیده گرفته شده. کی نادیده گرفته؟ اونمو سیستم پشت پرده که افغانستان معاوضه کرد با پاکستان معامله کرد دوباره، اونو نادیده گرفته. سخنگوی از او مجمعی از سرمایداران رسمی که است بایدن است، اصل سیستم تصمیم گرفته بود. و برحال اینا میگن آنها میدانستند که کابل سقوط میکند. بله ای کافی نیست که آنها میدانستند کابل سقوط میکند، آنها زمینه سقوط کابل آرام آرام خودشان مساعد کرده بودند. خلیلزاد نگفت، گفت منافع امریکا اینی میتو بود. من رفتم پیش غنی، غنی قبول نمیکرد، من حتی مرا نپذیرفت یک دفعه. پیش همیشان میرم که او مردم فکرتان رو بگیرن که ما میبرویم خود قائم کنین. اصلا خب در افغانستان خب ما گفتیم که سیاست مدار وجود نداشتن. سیاست بسیار احتیاط بکنیم که در افغانستان سیاست مدار وجود داره، مثلا یا روشن فکر وجود داره یا مبارز وجود داره. در این گپاد در گفتنش ما باید احتیاط بکنیم که در کشوری مثل افغانستان این چیزا با قید احتیاط باید ادعا شود. جزئیات هم 13 جنوری رسما منتشر نشده در این مکاتبات. خب براقه میگه که یک تصویر شرم‌آور از نحوه مدیریت خروج نیروها به دست میده. یک عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکای سند دیده و با فاکس نیوز گفته که والا چیزی که ما دیدیم پیش بینی دقیق نویسندگان این نامه ها بود که در صورت عدم تغییر مسیر دولت امریکا در افغانستان چه اتفاقی خواهد افتاد. اون اتفاقی که خودشان زمین سازی کرده بودن اتفاق افتاد. خب میگه پاسخی را از دفتر وزارت خارجه هم دیدیم چطور و چه کار از این قبیل، اما لپ 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 گپا خود چی میکنن. خب میگه هشدارها بود، هشدارها نادیده گرفته شد. یک شکل امیر نمیگن که چرا امی سند شما دو سال بعد حال نشر میکنین، هدفش چی است؟ پشت آب رفته بیل میبردارین. مردم افغانستان حاله، کسی که هست در خارج است در داخل است، یک تعداد بسیار کوچکی از مردم افغانستان است که در خارج به این مسائل دیگه حال توجه داره. یک قسمت کوچک کل اکثرا بقایای جمهوری هستن یا بیروکرات های به اصطلاح هستن که او شش هفت رژیم خوردن هنوزم به ماهیت جنگ افغانستان به درستی فکر نکردن. دیگه متبقی مردم به گپای که ارزش نمیدن. خب میگه مقام های ارشد وزارت خارجه میفهمیدن که ارتش افغانستان به هیچ وجه نخواهد توانست با موفقیت از این کشور دفاع کند. چطور؟ چطور دفاع نمیکرد؟ فرماندهشه، فرمانده وطن پرسته، میگیری از کار برکنار میکنین به وسیله مزدورتان که نامش غنی بود. یک آدم لطیره را سر سرک مثلا اروپا و امریکا میاری، دیگر جنرال توران جنرال یک شبت سه رتبه میدادین. او چه تعهدی به افغانستان داشت و چگونه دفاع میکرد؟ او کجا جنگ کرده بود؟ اکثریت جنرال ها جنرال های فیسبوکی بود، جنرال هایی که مثلا در برنامه مثلا سراچه می درخشیدن در تلویزیون طول ماه کسی کسی جنگ ندیده. اینا رو نماندن دست ارتش از پشت بستن و فعلا نمیتونه که ما دفاع کنن. فرماندهان قول اردو را از افراد خود انتخاب کردن که در روزی که دستور آمد عقب بکشه.
در کابل، در دفاع از کابل یک فرقه نفر کافی بود، یک فرقه ای که از پایتخت مادر وطن دفاع میکرد. دیدیم که چه جهادی، چه کسی که از غرب آمده بود، چه جنرال های فیسبوکی، هیچ کدامش نجنگید. قطعا و همیش پیش از سرباز های خود را گریختن. ای کلش نشان میداد که همه چیز از درون پوسانده شده بود. خب اونا که میدانستن کابل ظرف چند هفته سقوط میکنه، براستی بر از اونها هیچ اهمیتی نداشت کاملا. و یک ساختکاری که در آخرین روز خروج کردن، گفتن خودش میگه که این داعش آمده رئیس، خودش میره تا جایی که انفجار شد، میگه اینه ولا زدن خلاص. یک مردم خبر نداشت، خودش گفت، خودش انجام داد رفت. حالا میگم ما میفهمیدیم که طالب وقتی که میاد امو کار رو میکنه که انجام میداله، یعنی کشتن و تعقیب افراد. و امریکا اجازه داد که این اتفاق بیافتد، مبارکتان باشه. اما شما از حساب اعتبار استراتژیک خود در آسیا و در حتی در امریکا و این ارتباط تاوان خواهید داد. این تاوان ها شروع شده، بزرگترین تاوانش در میدانگاه اوکراین است، بزرگترین تاوانش در امریکای لاتین خواهد بود. بعد از این افریقا را میمانیم. خب روزنامه وال استریت جورنال بر اولین بار ظاهرا از وجود سند مطلع شده بود و نوشته کرده بود گپایی که در محکومیت فجایعی که دست طالبا رقم میخوره، به اصطلاح یک لحن تندتر بگیرین و این شکل کل ساختکاری صحنه سازی دروغ دیگر را سعی کنین. شما یه رسما میگه که والا کاخ سفید یک ماه بعد از ارسال این سند زمان از وجود این سند محرمانه با خبر شد که روزنامه وال استریت جورنال گزارش خود را پیرامون این موضوع منتشر کرد. این دیگه بینی بریدگی سر خود عریضه کرده. کاخ سفید اینقدر یک چیز مرجع الهی است که گزارشات رسمی نمایندگی های خود در یک کشوری که فاجعه آفریده او را هیچ خبر نمیشه، تا او را مثلا یک روزنامه خبرش میسازد. میبینین نقاب سر نقاب در روی خود میپردن و ما میگیم که پیامدهای نقاب اندازی بسیار سنگین است. من فکر میکنم تا زنده باشیم خواهیم دید. خود اگر تمام دیپلماتایشان در سفارت امریکا جمع شدن اونجا یک حلقه بررسی میکنه اوزار بر اساس یافته های اطلاعاتی و گپا، میگن که نسبت به سرعت پیشروی طالبا و احتمال سقوط نیروهای امنیتی افغانستان باید هشدار داده شود، توصیه کردن برای مدیریت بحران. چرا دیپلمات ها توصیه میکنن برای مدیریت بحران؟ ارتش امریکا و ناتو در افغانستان نبود که دیپلمات ها بیاین مثلا بحران مدیریت کنن؟ سکات میلر روز یک روز در کابل بود، دیگه سباش در قندار، دیگه سباش در مزار. اینا به چی کار بودن؟ دفترهای کلان CIA در سرینا، در سفارت و در هتل آریانا خواستن. اینا مشغول چی کار بودن که کل گپای دروغ در سر دیپلمات ها مندازن؟ مدیریت بحران از کجا باید شد؟ مدیریت بحران از طریق حضور نظامی شما میشد، حضور اطلاعاتی و عملیاتی شما میشد. آلی رو مسئله رو گرد چرخ میتن که بالا نکات کلیدی سند که خطاب به انتونی بلینکن بوده و همچنان یک کس دیگر نامش گرفتن به نام سلمان احمد مدیر سیاست گذاری، دیگر عنوانی از اینا نوشته شده که او مردم نمونه که افغانستان در حال از دست رفتن است و این دو نفر چی کده؟ اسناد
به موقع در اختیار کاخ سفید نگذاشتن. این حاله. یعنی یک گزارشات بیباد و بیبخار میتن که نه به درد خودشان میخوره، به درد ما و شما خو نمیخوره. ذهن شکاک و برافروخته انسان افغانستان دیگه فریبی از اینا رو نمیخوره. اما تجربه تاریخی چی میگه؟ هرگاه ذهن شکاک و مثلا همینطور داغ انسان افغانستان از حالت عادی خارج شود، دیگه هیچ چیزی او را به حالت اول بر نمیگردان. درست است که ما معاصره شدیم از طرف نیروهای چند ملیتی، یعنی چند کشوره، تنها با امریکا مواجه نبودیم، با همسایه ها مواجه هستیم، با کشورهای منطقه. اما یک چیز است که نتیجه قطعی است که افغانستان هیچگاه در کره زمین و در سطح منطقه دوست نداشت، دوستی برای خود نداشته. خب البته در جهان امروز پیدا کردن دشمن بسیار سرعت دارد، برمی یک دقیقه شما میتونید، اما دوست استراتژیک به افغانستان وجود ندارد. حال خطر چی است؟ اگر دوستی استراتژیک با افغانستان از طرف منطقه ایجاد نشود، اینمی دشمنی و به اصطلاح حالت تعلیق و بی سرنوشتی استراتژیک افغانستان با کشورهای منطقه خطرساز است. مجبور هستند که اینا افغانستان را به عنوان یک بدنه معتبر در باشگاه استراتژیک خود اینا بپذیرند، عضو بدن خود به اصطلاح بپذیرند، در غیر از خودشان ویران میشن. چرا؟ اینجا نقطه انفجار است، یک به اصطلاح آتش فشان ناامنی است. این آتش فشان ناامنی را امریکا به نظر خودش حال اعلام کرده در جان دیگاه، در جان روسیه، در جان آسیای میانه، در جان ایران. خود پشت سر گرفته که یعنی هر قدر بحران باشه و فایده امریکا است به خاطر فشار دادن چین. تا کی؟ چین قدرت نیست که حالا مثلا این طرف یک رایش بند میکنه امریکا که نه یک به اصطلاح پروژه یک جاده و یک کمربند جلوش بگیره، این طرف یک سنگ میپرته که رایش بند شود. تا کی؟ رشد استراتژیک و بسیار هیولایی چین و قدرت نمایی بسیار هیولایی روسیه و ایران، اینا همیش فقط یک هدف دارند، بیرون راندن امریکا از آسیا. وقتی که امریکا از آسیا بیرون رانده شد، شما باز تصور کرده میتونید عواقب استراتژیک شه، عواقب اقتصادی شه، عواقب تاریخی شه و به اصطلاح محاصل این جنگ تمدنی را. بله ما از همیال می توانیم تصور بکنیم. یعنی چی؟ یعنی من از نظر به اصطلاح در دید کلان من میگم که اگر پایش از امریکا از آسیا کنده شد، امریکا مثل ما که در قفس ژئوپلیتیک افتیدیم چند صد سال میشه، در قفس ژئوپلیتیک در سطح کره زمین خواهد افتاد. شخصا برداشت من اینمی است. تا برنامه بعد.